در مورد زمانهای ویژه‌ای که اهل بیت ما توصیه کردن و روایات اون در کتابهای مستند و معتبر وجود داره، دفعه پیش عرض کردیم. یکی شب دوشنبه بود که تأکید شده بود اگر که فرزندی در این شب در حقیقت بود اول وجود او شکل بگیره و نطفه حقیقی او شکل بگیره، این فرزند به گونه ای هستش که در بالاترین حد از رضایت از خداونده و حافظ کتاب خداوند خواهد بود. این دو ویژگی از آن فرزندیه که در شب دوشنبه خلقت او آغاز شده باشه. شب سه‌شنبه ویژگی خاصی که داشت این بود که شهید پروری میکرد. فرد رو با یک شخصیت قوی، دلیر، دلرحم و اینکه لحظه طلایی رفتنش از این عالم با شهادت در راه خداوند همراه بشه و اینکه زبانش در زندگی از دروغ و تهمت و غیبت پاک بشه. یکی از اون گناه‌های ویژه‌ای که ما بهش مبتلاییم گناه‌های زبان هست. شب پنجشنبه طبق نظر اهل بیت علیهم السلام در حقیقت ویژگی که داره اینی که فرد رو در زمره دانشمندان قرار میده، اونم دانشمندان حقیقی، عالمان و حکیمان. و روز پنجشنبه در هنگام زوال ویژگی که داره اینی که فرد بیشترین دوری رو از طول موجهای شیطانی خواهد داشت و شیطان در حقیقت در او کمترین برد نفوذ رو پیدا میکنه و سلامتی دین و دنیا رو خداوند روزیش میکنه. شب جمعه ویژگیش این بود که فرزند قدرت سخنوری رو پیدا خواهد کرد و روز جمعه بعد از عصر ویژگیش این بود که اون فرزند از دانایان مشهور میشه. شب جمعه بعد از نماز عشا تأکید بود که اون فرزند احتمال اینکه از ابدال، یعنی از افراد بسیار بزرگ و عالمان درجه یک ویژه‌ای که دنبال حجت حق بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بگیره به طور ویژه خواهد بود. و شب اول ماه مبارک رمضان که این دو مورد آخر جزء استثناهاست، یعنی جزء آداب ویژه فرزندداری و اقدام به بارداری، این هستش که شب اول ماه‌های قمری این رخ نده، چون آثار منفی رو میتونه احیانا ایجاد بکنه. بله. ولی شب اول ماه رمضان ما نمیدونیم در حقیقت در کل عالم ملک و ملکوت چه تغییرات ویژه‌ای رخ میده که تأکید شده این شب جزء مستحبات هستش و میتونه طول موج و فرکانس مثبتی رو در شخصیت بچه و والدین داشته باشه. برخلاف ماه‌های قمریه. بله. و شب جمعه هم بعد از نماز عشا با اینکه اول شب محسوب میشه، چون داریم که در اول شب آثار منفی داره اگر که اقامه به بارداری بشه، ولی بعد از نماز عشا در شب جمعه تأکید شده که این اثر منفی در حقیقت از بین رفته و آثار مثبت جای اون رو گرفته. همین چیزاده، وقتی میگید که شب سه‌شنبه، منظور از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟ این سوال دوستان ماست. تا اذان صبح شبه، پس غروب خورشید تا طلوع فجر صادق، یعنی تا اذان صبح شبه در فرهنگ دینی ما. برای همین هم اگر به ما عملی رو میگن در شب مثلا جمعه انجام بدید، یعنی از اذان شب جمعه، پنجشنبه شب، بله، تا اذان صبحش شما وقت دارید، مگر اینکه مقید کنن مثلا بگن قبل از نیمه شب، یا وقتش رو یه مقداری مقید کنن بگن مثلا در زمان سحر. اولویت به این هستش که این دقت رو بکنیم، ما بعد از ساعت 12 تو فرهنگ دینیمون نیمه شبیم، نه صبح. شاید یه مقداری لازمه که دوستان خوبمون توی رسانه ملی توجه کنن، فرهنگ ما توی گفتن اعلام ساعت فرهنگ غربیه.